بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: ما اسف من دار اولها انا و آخرها فنا فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب من استغنا فیها فتن و من افتقر فیها حزن. بر سر آنم که گرز دست براید دست به کاری زنم که قصه سرآید خلوت دل نیست جای صحبت اغیار دیو چو بیرون رود فرشته درآید صحبت حکام ظلمت شب یلداست نور ز خورشید خواه بو که براید بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به درآید صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند بر اثر صبر نوبت ظفر آید. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موقع شنیدن نام پیغمبر یا لقبهای حضرت مستحب است ذکر صلوات گفته بشه ولو در نماز. اونقدر گفتن این ذکر مهمه که در بعضی روایات داریم اگر کسی عمدن ذکر صلوات رو نگه یوجب و دخول النار، باعث رفتن به آتش میشه. در یک روایتی میفرماد راه بهشت رو گم میکنه، کاری خدا میکنه که راه بهشت رو گم کنه ولو از روی نسیان، چون معمولا آدمی که نسیان فراموشی برش غالب شده تکلیف نداره، اما بعضی از مسائل اینقدر مهمه که
فراموشی علامت بیتوجهیه. میشه کسی مثلا فراموش بکنه افطار بخوره؟ فکر نمی کنم. فراموش بکنه حقوق آخر ماه رو بگیره؟ امکان نداره، چون براش خیلی مهمه، حیاتیه. پس اگه فراموش کنه این مشکل داره. لذا حتی فراموش کردن صلوات هم توبیخ شده. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام میفرماید اذا ذکرت عند احد و نسی الصلاة علی خطأ الله به طریق الجنه. اگر نام من، ذکر من برده بشه و کسی فراموش بکنه صلوات بر محمد و آل محمد، خطأ الله به طریق الجنه، خدای متعال کاری میکنه که راه بهشت رو گم کنه. معلوم میشه راه بهشت، پیغمبر، اهل بیتن، اینا صراط مستقیمن و یاد اینها، درود بر اینها ما رو به بهشت میرسانه انشالله. ذکر صلوات در هیچ حالی فراموش نمیفرمایید. شبهای گذشته عرض کردیم ما چند سباهی بیشتر در این دنیا نخواهیم بود، ولی از این فرصتی که خدای متعال نصیب ما کرده، چند نفسی که از بقیه عمر ما باقی مانده که فرمود بادر الفرصه قبل ان تکون قصه، امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید سبقت بگیرید، مبادرت بکنید، غنیمت بشمرید از فرصتها قبل از اینکه این فرصتها تبدیل به قصه بشه. و انذرهم یوم الحسره از قضی الامر، یکی از اسمهای روز قیامت یوم الحسرته، یعنی روزی که انسان حسرت میخوره، تأسف میخوره، قصه میخوره که من کاری نکردم و عمرم سپری شد، جوانی من رفت، عمر من رفت. اونهایی که تو دنیا قدر عمرو میدونن و بهره میگیرن از یوم الحسرت قیامت محفوظن، در امانن. در یک بیان زیبای دیگه امیرالمومنین سلام الله علیه فرصتها رو تشبیه کردن به ابر در آسمان، الفرصتو تمر و مر السحاب، فرصتها میفرماید مثل ابر بالا سر. گاهی شما به آسمان نگاه میکنی، مثلا ابر قسمت شرقه، بعد از دقایقی میبینی از بالا سر شما رد شده رفته طرف غرب، یعنی همجوری که ابر سریع میگذره و انسان متوجه نمیشه، گاهی سرعت ابرها هم زیاده، یهو میری یه طرف دیگه. همجوری که ابر در آسمان سریع رد میشه و ما خیلی توجه نمیکنیم، عمر ما هم همینجور سریع، چشم رو هم گذاشتین شد 20 30 40 50 60. اونی که 60 سالشه یه نگاهی بندازه به گذشته، مثل که چند سبای قبل بچه بود، نوجوان بود، بازی میکرد، حالا شده 50 سال 60 سال. روایت داریم ابناء الخمسین زرع قدنا حساده، اونهایی که به سن 50 سال رسیدن مثل بنده که از 50 ردم و خیلی از عزیزانم مثل من پیر مردن، اینها میفرماید مثل زراعتی میمانند که زمان درو کردنش فراهم شده، رسیده، نزدیک درو کردنه دیگه. واقعا ما روایت هم داریم تا سن 30 سالگی بدن رشد میکنه، قوای جسمانی انسان در حد اعلا میرسه، از 30 سال تا 40 سال متوقف میشه، از 40 به بالا سرازیره دیگه. ما اکثرمون رو به سرازیری هستیم، باید سفره دنیا رو یواش یواش جمع بکنیم و بار آخرت، سفر آخرت بارشو ببندیم، آماده بشیم. فرمود افراد 50 سال دیگه مثل کشاورز زراعتیه که آماده چیدن شده، خودتون رو آماده بکنید. یک بزرگی بیان جالبی داره راجع به عمر، این رو هم عرض بکنم بد نیست، که واقعا عمر سری میگذره. سالهای گذشته چجور سری گذشت؟
امسال هم میگذره، ماه رمضان سریع چشم به هم زدیم شد شب پنجم، بیستم هم میشه، سیوم هم میشه، تمام میشه، بقیه ماه هم همینطور. ایشون میفرماید چرا این ذهنیت در ما هست که ما فکر میکنیم همیشه تو این دنیا هستیم؟ این همه رفتن، آینده هم نیومدن، ما هم تو راهیم. به قول سعدی، چرا دل بر این کاروانگه نهیم که یاران برفتند و ما در رهیم؟ ما هم تو راهیم، یه چند لحظه میایم رو فینال دنیا خودمونو نشون بدیم که چه کاره ایم. بعضیا به درد نوازش و محبت و رحمت میخورن، اونا رو میبرن بهشت، حلوا دهنشون میذارن، دست به سرشون میکشن، هورولین بهشون میدن، باغ و بستان بهشتی بهشون میدن، اونایی که مؤمنن با تقوان. تو دنیا ظلم نمیکنن، گناه نمیکنن، معصیت نمیکنن، بنده خدا. یه عده خودشون رو نشون میدن تو این دنیا شمرن، همش ظلم و گناه و معصیت و آزار دادن به دیگران و اهانت و جسارت و تهمت و غیبت. خب این به درد کتک و مشت و هیزم جهنم. هیزم جهنم رو نمیارم بیام یه دکور قیمتی درست کنم بذارن جای خوب تو باغ و بستان، میبرن میسوزونن. اما گل رو میبرن بهترین جا قرار میدن. ببینیم گل میکاریم یا خدای نکرده، خدای نکرده آتش و مار و عقرب و هیزم جهنم. یعنی اینا همش دستاورد اعمال ما هست. یک بزرگی کلام قشنگی داره، میفرماد شما فکر میکنید که ما در این دنیا چقدر عمر میکنیم؟ عاقلانه بشینیم فکر بکنیم رو حساب ظاهری. افرادی هستن که همون روز اول دنیا میان میمیرن، یعنی اونایی که نوزادهایی که عمرشون بسیار کوتاست، دنیا میاد همون روز اول میمیره، به سن و سال نمیرسه. افرادی که خیلی عمر میکنن، ما حد اکثر تو دنیا عمر طبیعی این زمان رو میگیریم 130 سال. افرادی که دیگه خیلی دیگه از صدم رد شدن، خلاصه از دست اسرائیل فرار کردن مثلا، به 130 سال رسیدن. میانگین عمر متوسط میشه 65 سال. افرادی که تازه به دنیا آمدن، متولد شدن، مردن، افرادی که خیلی عمر کردن 130 سال، میانگین حد وسطش میشه 65 سال که عمر طبیعی. پیغمبر ما 63 سال عمر کردن، مولا امیرالمومنین علیه السلام 63 سال، اون امامی که بیشتر از همه عمر کرد 65 سال امام صادق علیه السلام. حالا امام زمان سلام الله حسابشون استثناست، بنابر مصالحی عمر طولانی داره، ولی میانگین عمر امامهای ما هم خیلی پایین بوده. یعنی از 18 سال حضرت زهرا علیه السلام، 25 سال امام جواد، 28 سال امام عسکری علیه السلام، همینطور 34 و 43 و 47 و 56 و 65 سال امام صادق علیه السلام. یه عمر میانگین امامامون رو حساب بکنیم بین 40 الی 50 میشه، از 18 بگیر تا 65. اون بزرگوار میفرماید که میانگین عمر متوسط 65 سال. پیغمبر ما هم فرمود اکثر و اعمار امتی بین 60 الی 70، روایت پیغمبر خدا فرمود بیشتر امت من عمرشون بین 60 الی 70. اونایی که عمر معمولی میکنن، طبیعی میکنن، بین 60 الی 70. باز 60 و 70 هم حد وسطشو بگیریم میشه 65 سال. یعنی اگر ما طبیعی عادی زندگی بکنیم 65 سال. خب حالا بیایم حساب کار خودمون رو بکنیم. اگر اتفاقی نیفته، حادثه‌ای نیفته، مرگ فجعه و ناگهانی نباشه که هست، اونا رو میذاریم کنار، عمر طبیعی عقلایی فکر کنیم میشه 65 سال. میفرماد ای کسی که 40 سال از عمرت گذشته، 25 سال باقی مانده. 25 سال، ببین 40 سال چقدر سریع گذشت، 25 سالش هم میگذره. ما اصلا باورمون نمیشه 30 سال از انقلاب گذشت. خیلیه، تو سال 31 سال انقلاب است. امام رحمت الله علیه 20 سال فوت کرد. 20 سال یعنی سریع گذشت، مثل که تازه بود فوت کرد.
ای کسی که 50 سالت شده 15 سال دیگه وقت داری، هوای خودتو داشته باش، حساب کاراتو بکن. ما منزل یک بزرگواری رفتیم با رفقا، دیدن سید پیرمردی بود، خیلی خوشم اومد. خوشا به حال اونایی که بارشونو میبندن و آماده سفرن. بعضیا هستن هر وقت جناب اسرائیل بیاد بگه بفرمایید بریم، میگن در خدمتیم، حاضریم، آمادیم. بعضیا هم از اسم اسرائیل و مرگ به وحشت میافتن، خیلی میترسن. میگن مادری بود جوانی داشت، جوانش مریض شد، خیلی بدحال شد، خیلی حالش بد شد، یه جوانش داره میمیره. قصه جوان به دلش گرفت، گفت که خدایا از عمر من بردار، به عمر جوان من بگذار، جوان من نمیره، من اگه میشه برم ولی جوانم باشه. فکر کرد این دعاش مستجاب شد. سحر نشسته بود داشت دعا میخوند، تو تاریکی دید یه چیز هولناکی به طرفش داره میاد. حالا چی بود؟ گاوی در خانه داشتن، سرشو تو دیگ یونجه و جو کرده بود بخوره، این شاخهاش تو این دیگ گیر کرده بود و همطور با دیگ سیاه به طرف این اتاق پیرزنه می آمد. این یهو وحشت رو گرفت، فکر کرد نعوذ بالله عزراییله، آمده قبضه روش کن. گفت جوونه تو اون اتاق، اگه میخوای بری قبضه روش اونجاست، برو اونجا. حالا بعضیا واقعا تصویر بدی از حضرت عزرائیل سلام الله علیه دارن، برای سلامتی حضرت عزرائیل یه صلوات بفرستید. خب الحمدلله معلوم میشه با عزرائیل هم رفیقید، خیلی میانتون بد نیست، انشالله قدمش با سلامتی و خیر و برکت باشه و با ایمان کامل بیاد سراغ ما و با خیلی خوشی از این دنیا و با شادی و ایمان کامل در جوار چهارده معصوم انشالله از این دنیا بریم. ما منزل یه آقایی رفتیم، پیرمرد بزرگواری بود، روحانی هم نبود ولی اینقدر آدم متدین با تقوایی بود که در همین قم، یکی از مساجد بزرگ قم، امام جماعت محل اگر نمی آمد، اهل محل و حتی اهل علم این سید پیرمرد رو مینداختن تو محراب، جلو میذاشتن، اقتدا میکردن. سید بزرگواری بود، خیلی مخلص بود، نوکر اهل بیت بود. ما یه موقع رفتیم دیدن ایشون، به ما گفت این گوشه اتاق چیه؟ دیدیم یه بغچه ایه. گفت این بغچه رو میبینید؟ این کفن منه، گوشه اتاق گذاشتم آماده است. نماز قضا ندارم، روزه قضا ندارم، بدهکاری ندارم، خمس گردنم نیست، زکات گردنم نیست، حق و ناس حلالیت طلبیدم، دین و حقوق دیگران رو ادا کردم، نه به خدا بدهکارم نه به بندگان خدا. اگر جناب عزرائیل از در وارد بشه بغلش میگیرم. خیلی هم خوش آمدی، قدمش به خیر و مبارک و سلامتی، آمادم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. کسی که بارشو بسته و همه کاراشو کرده آماده کامله، و یه کسی هم انقدر کوله بار نماز قضا، روزه قضا، دین و حق و ناس، رد مظالم، 30 سال 40 سال پای منبرها حرم جمکران آمده، تو هیئت ها بوده. خیلی جالبه، این رو شما از فامیلا و بستگاتون هم گاهی سوال بکنید. میگم آجا شما 30 سال 40 سال هیئت مسجد حرم میری، خمس هم حساب کردی، مالت هم حلال کردی؟ میگه نه آجا، حرف اینا رو نزن، من هرچی میخوای نماز میخوانم، هرچی هم میخوای سینه، ولی حرف پول و خمس رو نزن، مالشو حلال نکردی، دین گردنشه. از اینا ما زیاد داریم، و عرض کردم تو فامیلا آشناهای خودتون یه مرور بکنید. میگه سینه هرچی میخوای میزنم ولی خمس نمیدم. در زمان قحطی، سال مجاعه خدا نصیب نکنه، قحطی اونچنان سخت بود که گروهی میمردن. در همین قم دوستان ما پیرمردان نقل میکردن که نمیشد، جون و پر نبود برای هر کسی یه قبر بکنیم، یه گودال عمیق میکندیم 20 تا 30 تا جنازه میریختیم توش، جنازه ها همه لاغر. یه آقای میگفت من دیدم یه نفر 7-8 تا بچه استخوانی مرده، جنازه شونو به دوش گرفته بود داشت میبرد تو قبرستان بریزه. خدا اون روز نصیب نکنه، باز با
بزرگا بپرسید چه سال وحشتناکی بوده، بارندگی نبوده، خشکسالی شدید. در سال قحطی برای نان گاهی آدم میکشتن. یک خانومی چند کیلو طلا داشته، میاد تو بازار، از اول بازار ناله میزنه یک جوانمرد پیدا بشه این طلاهای منو بگیره، یه مقدار نان به من بده، من از گرسنگی دارم میمیرم. میگه نان نان نان، اینم طلا. هیچ کس بهش نان نمیده، نبوده که بده، کسی هم داشته خودش میخواسته زنده بمانه. آخر بازار این خانم زمین میفته میمیره از گرسنگی. خیلی ما ناشکری میکنیم ما. این نون خشکی ها و اونایی که نان ناجور دست مردم میدن، خدا هدایتشون کنه، خدا بگم چه کارشون بکنه واقعا، برای رفقاش یا خونه خودش نانی میپزه که سه روزم بمانه بیاد نمیشه، خوب میمانه. ولی دست من و شما نان خمیر خمیر میده که همون تازش هم گاهی نمیتونی بخوری. به خدا قسم اینا حرامه، اینا گناهه، اینا خیانت به نعمته، به بیت المال، به مال مردمه. این سوبسید عظیمی که دولت برای نان میده و ما اینطور ضایع میکنیم. چوب کفران نعمت رو به ما نزنن واقعا، به خدا پناه بریم. من بعضی خانواده ها رو میشناسن که میگن آجقا ما یه تیکه نان دور نمیریزیم، حالا یا مصرف میکنیم یا اگر خیلی خمیر باشه به مرغی خروسی میدیم، خلاصه استفاده میکنیم، دور نمیذاریم. یا انسان نانها رو میگیره رو همدیگه میذاره، خب خمیر میشه، هم پختش مهمه، خمیر به عمل آوردن مهمه و هم نگهداریش هم مهمه. ما یک نان لازم داریم، چرا میریم 10 تا میخریم که بمونه بیاد بشه چون قیمتش ارزونه میدیم به نون خشکی؟ اینا واقعا پیش خدا مسئولیت داره. کفران نعمت فشار قبر میاره، تضییع نعمت. چند چیز تو روایت داریم فشار قبر میاره، یکیش ضایع کردن نعمت هاست، یکیش بد اخلاقیه، یکیش پرهیز نکردن از بول و ادراره. اینا فشار قبر میاره، تضییع نعمت، ضایع کردن نعمت ها. در سال مجاع و قحطی یه کسی با زحمت زیاد یه چند تا نان تهیه کرده بود، داشت میرفتید یه نفر تو کوچه نشسته از ضعف داره میمیره، گریه داره میکنه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت از گرسنگی ضعف دارم میمیرم. اینم بغلش نشست شروع کرد زار زار گریه کردن. گفت تو چرا گریه میکنی؟ تو که نان داری. گفت من برای بیچارگی و مظلومی و غربت تو دارم گریه میکنم. گفت اگه برای بیچارگی من گریه میکنی یکی از این نانا رو به من بدی، من نمیمیرم. گفت گریه هرچی میخوای برات میکنه، اما نان حرفشو نزن. اینطور آدم ها ما الا ماشالله. میگه یا امام حسین هرچی میخوای من برات سینه میزنم، گریه میکنم، اما خمس نمیدم، زکات نمیدم، حرف تو گوش نمیدم. ما فراوان داریم، زیارت میکنن قبر ما را، مخالفت میکنن امر ما را. فراوان میگه یا ابا عبدالله یا حضرت معصومه هر چی میخوای من دور زریت میگردم، میبوسم، دست میکشم، حرف شما رو گوش نمیدم. مالم رو حلال کنم؟ ابدا. دیگه خودتون بهتر افراد رو میشناسید. تا انسان در راه خدا از مال و جان نگذره به جای نمیرسه. میفرماید اونهایی که 50 سالشونه 15 سال دیگه مانده، اونهایی که 60 سالشونه 5 سال دیگه مونده. بار سفر رو ببندید، آماده بشید. اونهایی که 65 دارن پیمانه پر شده دیگه، انقریب است که بانگ عجل بیاد و اونها را ندا کنه ببره. پیر مردایی که از 65 به بالا اینجا نشستن، حواستون جمع کنن، از دست اسرائیل فرار کردن، قاچاقی زندن، حواستون. شما دیگه کاملا باید برید اونور رودخانه زندگی کنید، یعنی برید به طرف آخرت، حواستون رو جمع بکنید. دیگه زیادی به شما مهلت دادن. امیر المؤمنین سلام الله علیه جمله‌ای دارن، خیلی به نظر من جمله مهمیه. فرماید بقیت العمر لا قیمت لها. اون مقدار که گذشته، که گذشته، حالا 30 سال 40 سال 50 سال هر چقدر،
گذشته دیگه، از ما 60 سال 50 سال گذشته، ولی بقیه ای که مانده هم که معلوم نیست چقدره، 5 ساله 6 ساله 10 ساله کمتر بیشتر. میفرماید بقیه عمر قیمت نداره، باید با چنگ و دندان با همه وجود از این بقیه عمر استفاده کنیم، بهره بگیریم. تو روایت داریم من احسن فی ما بقی من عمره لم یؤاخذه به ما مضا من عمره. اگر بقیه عمر اومدی توبه کردی، استغفار کردی، گذشتهاتو اصلاح کردی، مالتو حلال کردی، نماز روزهای قضا رو گرفتی، کاراتو اصلاح کردی، پاک کردی، خدای متعال گذشته هارم خط میزنه، یعنی گناهای گذشته میگه من هرچی بدی گناه معصیت پاک کردم، گذشت، تمام شد، دیگه تو رو مؤاخذه نمی کنم. اما اگر بقیه عمر اصلاح نکردی، هم گذشته هاتو گیر میده، هم آینده تو گیر میده. بس راهی ما نداریم جز اصلاح نفس، که انسان بره در خانه خدا. درباره یکی از خلفا نقل میکنن آدم عیاش خوشگذرانی بود، یه روزی هوس کرد بره کنار دجله خوشگذرانی کنه، گفت خیمه و خرگاه منه ببرید با هزینه سنگین. بردن کنار دجله، تختشو زدن، خیمهشو زدن، دستگاهشو آوردن، یک صندوقی بود پر از جواهرات قیمتی، گفت اینا رو هم بیارید. صندوقی که خیلی قیمتی بود جواهراتش، آوردن کنار تختش گذاشتن کنار رود دجله. حالا چه کار میخواد بکنه؟ جایزه بده، خدمت بکنه، احسان بکنه. در صندوق رو گفت باز کنید، جواهرات قیمتی رو میگرفت پرت میکرد توی دجله. دیدی بچه ها کنار نهر آب جوب آب میرن سنگ میگیرن میندازن تو آب، تالاپی صدا میده، آب پخش میشه، خوشش میاد، بچه خوشش میاد. اینم اینه، یه بچه جواهرات قیمتی رو پرت میکرد تو دجله، آب پخش میشد، خیلی اطرافیا این چه کاریه، یه خلیفه، یه آدم که به اسم خلافت اومده غصب کرده. گفتن چرا آقا این کارو میکنی؟ اینا قیمت داره. گفت اعجبنی قلبی، همه حرفی که بچه‌ها میزنن. گفت خوشم میاد اینکه تو آب میفته تالاب پی صدا میده، من خوشم میاد. واقعا چقدر نفهمه، جواهرات قیمتی رو تو آب میندازه میخواد کیف کنه، خوشگذرانی کنه، بچه بازی. ما همه ما به کار این خلیفه، تمام عالم اعتراض میکنه، گوهری که میشه یک خانواده رو احیا بکنه، ولی اون بزرگ مثال رو میزنه، میگه اون خلیفه خود ماها هستیم. میپرسه گوهر عمر قیمتی تره یا گوهر طلا و جواهر؟ گوهر طلا و جواهر و برلیان و الماس و اینا آخرش باید بگذاریم بریم، ممکنه یه قواسی هم بره تو رودخانه در بیاره، قابل برگشته، قابل جبرانه. اما جوانی، عمر، قابل برگشته، قابل جبرانه. میگه این جوهر قیمتی و جواهرات قیمتی عمر من و شماست، نفسهای من و شماست که پرت میکنیم تو آب، میشینیم پای روزنامه ها و فیلم ها و سریال ها به جای اینکه قرآن و دعا و نیایش و توبه و استغفار و خیلی چیزایی که نیاز آخرت و معنویات ماست، به چه چیزی عمرمون رو صرف میکنیم؟ به دردمون میخوره یا به دردمون نمیخوره؟ گفت هر نفس زنفاس عمرت گوهریست، آن نفس سوی خدایت رهبریست. این نفسهای ما واقعا بدونیم که این گوهرهاییست که داریم مصرف میکنیم. عمر ما همین نفسهای ماست. انشالله بهره بگیریم، استفاده بکنیم. امروز روز سه‌شنبه بود، متعلق به امام سجاد زین العابدین سید الساجدین سلام الله علیه، اول کسی که از تربت قبر پدر مهر و تسبیح درست کرد، تبرک جست، امام سجاد علیه السلام بود. اول گریه کنی که 35 سال برای آقا ابا عبدالله شهدای کربلا گریه کرد، اشک ریخت، امام سجاد علیه السلام بود. آب می آوردن گریه می کرد، غذا می آوردن گریه می کرد. اگه می دیدن گوسفندی رو قصاب می خواد سر ببره، صدا می زدن به این گوسفند آب دادی؟ آقا مگه میشه ما آب ندیم؟
مرسوم گوسفند رو میخوان ذبح بکنن، آب میگیرن جلو دهنش، آب نوش جان کنه. حضرت منقلب میشد میفرمود قتل ابن رسول الله عطشان، اما پدرم رو با لب تشنه به شهادت رسوند. روز دوازدهم هم خواستن جنازه پدر رو بردارن، دیدن هر طرف رو بر میدارن، این بدن زیر سم اسبا اونقدر پامال شده، صدا بزنن برید یک حسیر و بوریا بیارید. مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود؟ کفن برای او مگر به غیر بوریا نبود؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، علی لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. چند تا دعا میکنم انشاءالله برنامه دعای افتتاح توسط حاج آقای حیدرزاده اینجا برگزار میشه. خدا تو رو قسم میدیم به امام سجاد زین العابدین، دردهای ما دوا بفرما، گناهان ما رو ببخش و بیامرز. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، نیروها در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای اسلام، مریضهای مد نظر لباس عافیت بپوشان. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را به اعمال بدمون مؤاخذه مفرما، ما را با معرفت و ایمان کامل از این دنیا ببر. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاء ات محشور بگردان، تا انشالله بهرمند میشیم از دعای افتتاح. هدیه کنیم به روح حضرت معصومه و پدر و مادر و برادر بزرگوارش 3 صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ما أسف من دار أولها أنا وآخرها فنا، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن و من افتقر فیها حزن. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا
فکر سبو کن که پر از باد کنیم. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پری زاد کنی. خاطرت که رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. اجرها باشدت ای خسرو و شیرین دهنان، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی. حافظا گر به خدا بازگذاری کارت، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در چند روایت این خاصیت برای ذکر صلوات بیان شده که صلوات نفاق رو میبره. نفاق یعنی درویی، چند چهره بودن. درون و ظاهر ما با هم متفاوت باشه که مراتبی داره. نفاق در ایمان، نفاق در رفتار، اخلاق، روحیات، صفات، اونی که آدم هست خودشو نشون نمیده، یا تفرقه و جدایی در بین اجتماع. در هر صورت یکی از بدترین رذایل اخلاقیه. و ذکر صلوات تو روایت داریم تذهب به نفاق، نفاق رو دور میکنه از انسانها، از جامعه. در یک روایتی در اصول کافی از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام میفرماید این ذکر رو بلند بگید. معلوم میشه بلند گفتنم یه اثر وضعی داره، که بلند گفتن این ذکرم نفاق رو دور میکنه. متن حدیث اینه: ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیه فانها تذهب بالنفاق. میفرماید موقع صلوات بلند صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. ما صل علی محمد و آل محمد و عجل. این تعبیر ارفعوا اصواتکم، یعنی صداهاتون رو بالا ببرید، که این صداها هم با هم یکی میشه، دلها با هم یکی میشه. این هم یه اثری داره که نفاق و دعیت رو دور میکنه. اگر کسی قرآن و روایات، خصوصا نهج البلاغه مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه رو دقت بکنه، یکی از موضوعاتی که در بارش خیلی صحبت شده و بحث شده موضوع دنیاست، یعنی آمی که ما درش قرار گرفتیم، که موقت هم هست. این توضیح رو عرض بکنم: خدای متعال عوالم گوناگونی خلق کرده، عالم زر، عالم اشباح، عالم قدس، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم بهشت، یا برای بعضیا جهنم، که عوالم گوناگون، بلکه در بعضی روایات داریم که خدای متعال هزارها عالم
و هزارها آدم خلق کرده که ما فرزند یکی از اون آدم ها هستیم. بعضی ها فکر میکنن که خلقت منحصر است به همین کره زمین و همین ماه و ستاره هایی که ما میبینیم، آسمانی که ما میبینیم و انسان هایی که از این آدمی که الان فرزندانش روی زمین هستن. این طور نیست. هم در آیه قرآن اشاره شده، روایات در این زمینه ذیل این آیه مبارکه است، افعینا ان خلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا فکر میکنن ما از خلقت اول خسته شدیم؟ خدای متعال اصلا در وجودش خستگی راه نداره، ملال راه نداره، خلاق هست و خواهد بود. اختیاراً هم قدمت عالم ما نمیدونیم چقدره و هم انتهای عالم. حالا اینو هم اشاره کنم، بد نیست جای دیگه هم زیاد اشاره کردم. آیا بعد از اینکه انسان‌ها قیامت شد، بهشتیا بهش رفتن، جهنمیا جهنم رفتن، تمام میشه؟ نخیر، روز از نو، روزی از نو. خدای متعال خلقت جدید خلاقه. حالا چه جوریه خلقت بدین رو نمیدونیم، ولی تو روایات میفرماد خلقت جدید است. همون جوری که قبل از ما هم عده‌ای بودن، قبل از ما هم بودن. شما تاریخ نمیتونید برای خدا و خلقت خدا معین کنید. در بعضی روایات داریم خدای متعال هزار هزار عالم و هزار هزار آدم خلق کرده. در بعضی روایات داریم 18 هزار عالم، 18 هزار آدم. فعلا حضرت آدمی که روی کره زمین در این دوره به وجود آمده که ما فرزند او هستیم، در این مقطع بله ما فعلا قرار گرفتیم. عمر حضرت آدم تا الان چقدر بوده؟ حدود 10,000 سال قبل. چون اجمالاً تاریخ مشخص کرده مثلا الان 1430 قمریه، 2000 خورده میلادیه. قبل از حضرت عیسی انبیای دیگه بودن. همینطور بریم جلوتر، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت آدم. بین 9 الی 10,000 سال قبل حضرت آدم بوده. شما در زمین گاهی چیزهای کشف میشه که صدها هزار سال، یا تخمین میزنن 500 هزار سال، میلیون سال قدمت داره. پس معلوم میشه که قبلش هم یه آدمای دیگه بودن، قبلش هم یه موجودات دیگه بودن. فرمود آدمی که شما ازش متولد شدید فعلا در این مقطع ما هستیم. تازه باز این مال کره زمینه، کرات دیگه، آسمانها، عالمهای دیگه ما خبر نداریم. یه روایت زیبایی دیدم از امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه که حضرت می‌فرماید اگر من حقوقی گردنم نبود، کار نداشتم، شبها همش به آسمان نگاه می‌کردم که در آسمان چه خبره، چقدر خدا خلق داره، موجودات خلق کرده. شهرهایی است تو آسمان‌ها شبیه شهرهای ما، موجودات مختلفی درش زندگی می‌کنن. ولی حضرت می‌فرماید حقوقی که گردن من هست باعث میشه که من به تکلیفم و انجام وظیفه بپردازم، و الا تو عالم بالا هم خبرهایی هست. غیر از فرشته ها و جن، خدا اینقدر موجودات داره، خلق داره که ما خبر نداریم. در قعر دریاها یا ماورا این کراتی که ما میبینیم. در هر صورت این بحث مهمیه. پس نه ابتدای خلقت پیداست که از چه وقتی بوده، بله آدمی که ما ازش درست شدیم تا حدودی معلوم، و نه انتهای خلقت. انتهای خلقت اگر شما برای خدا میتونید وقت بگذارید، خب بله برای خلقتش هم میتونید وقت بگذارید. خدای متعال ازلی ابدی، از اول بوده و هست، بالای زمان و مکان، مافوق زمان و مکان، و بعدن هم خواهد بود. واقعا تفکر در خلقتم تفکر مهمی. خدای متعال چقدر خلقتش گسترده است. این کهکشان هایی که توی آسمان میبینید،
ستاره هایی است که میلیون یا میلیارد برابر کره زمینه و چقدر خدا کهکشان خلق کرده و تازه همه اینی که ما میبینیم آسمان اوله که تو روایت داریم همه خلقت آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل یه حلقه کوچکی توی یک صحرایی افتاده باشه و همچنین آسمان دوم سوم تا آسمان هفتم خیلی خلقت گسترده است. حالا تو این خلقت کره زمینی که ما قرار گرفتیم و این زمان موقتی که ما در اینجا آمدیم این برای ما میشه دنیا. شناسنامه بدن ما معلومه، یه روزی ما متولد شدیم فلان سال فلان تاریخ و یه روزی هم شناسنامه ما باطل میشه، از این دنیا خواهیم رفت. این مال بدن ما، ولی روح ما چی؟ روح ما، جان ما که فعلا سوار بر این بدنه که اگر جدا بشه بدن هیچ کار است، به درد نمیخوره. به قول یه عربی که شتر داشته، سابقه عرب ها شتر خیلی دوست داشته، شتری داشت بار میبرد، مسافر میبرد، شترش از دنیا رفت، دیدین جثه عظیم شتر رو زمین افتاده، نه حرکتی داره، نه باری میبره، نه مسافری میبره، نه غذایی میخوره. نگاه کرد گفت دستش که هست، چشمش هست، گوشش هست، معده و روده هست، پا هست، کوهانش هست، همه چیزش هست، پس اونی که بار منه میبرد کجا رفت؟ قوام بدن ما به روح ماست، به جان ماست. اگر روح و جان سواره بر این بدن نباشه، نه چشم میبینه، نه گوش میشنوه، نه زبان حرف میزنه، نه اعضا و جوارحمون حرکت میکنه، نه قلب کار میکنه، نه ریه و کبد، هیچ کدوم، همه مختل میشه، فقط به درد چاله قبر میخوره که دفنش کنه. اگرم یه مدت بمانه متعفن میشه، بویی که همه را آزار میده. پس اونی که به بدن ما و جسم ما حیات میده، جان میده، حرکت میده، انرژی و نیرو، روح ماست، جان ماست. حالا روح و جان ما کی خلق شده؟ نمیدونیم. که اینجا بعضی بین بعضی از متکلمین و عرفا و فلاسفه هم نزاع هست. بعضی ها معتقدن از روز اولی که خدا خلق کرد روح انسان ها هم خلق کرد، بعضی ها میگن نه بعدن روح، بعد از سالیان سال. حالا این خیلی نتیجه برای ما نداره، ولی اون چی که مسلمه روح ما خیلی جلوتر خلق شده، خیلی جلوتر، که ما در عالم زر بودیم، عالم اشباح بودیم، ما سالها مقیم در یار بوده ایم و در حریم محرم اسرار بوده ایم. به قول مغربی چندین هزار سال در اوج فضای قدس بی بال و پر طایر و طیار بوده ایم. مگر ما نمیگیم انا لله و انا الیه راجعون؟ ما مال خداییم، پیش خدا بودیم، پیش خدا هم برمیگردیم. پس معلوم میشه روح ما و جان ما و حقیقت ما در عالم اعلا پیش خدا بوده. یا به قول مثنوی در دیوان شمسش میگه که ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز بی جاییم و بی جا میرویم، ما از اینجا و از آنجا میرویم، ما بالاتر از زمان و مکانیم. روح ما و جان ما، جان ما بعد جسم ما محدوده، اما روح و جان و حقیقت ما انا لله مال خدا بوده، پیش خدا بوده و برگشت روح و جان ما هم به خداست. مگر نمیگم مرگ ملاقات خداست؟ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، روز قیامت به خدا برمیگردیم، روز مرگ که قیامت صغراست به خدا برمیگردیم، ملاقات خداست. انا لله، و خیلی ما آیات داریم، الیه مرجعکم جمیعا، صریح قرآنه، یعنی به سوی خدا رجوع. مثلا رجوع معناش چیه؟ مرجع، رجوع، رجوع معناش اینه که قبلا شما اونجا بودی بر میگردی. اگر یک شما یک جای جدیدی میری نمیگن رجوع کرده، برگشته. اما اگر شما تو خانه بودی رفتی بیرون میگن دوباره برگشت به خانه. رجوع معناش اینه، یعنی برگشته به جای قبلی. ولی اگر شما قبلا اونجا نباشی برگشت معنا نداره، رجوع معنا نداره، اصلا کلمه رجوع بی جای.
همین مراجعه و رجوع و مرجع انا لله و انا الیه راجعون که همه اینا یک کلمه است، رجوع معناش اینه جایی که اول پیش خدا بودیم در عالم اعلی برمیگردیم همونجا به سلامتی. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، ما از اینجا و از اینجا می رویم. ما بالاتر از این آب و گل هستیم. گفت تو راز کنگره عرش می زنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چون افتادی. حالا یه چند سباهی خدای متعال روح ما را تو این قالب تن آورده تو این دنیا برای امتحان و آزمایش. حالا چرا هم آورده؟ قطعا حکمتها مصلحتهایی داره که ما شاید خیلی هاشو متوجه نشیم. یک روایت براتون بخونم، فکر میکنم تو توحید صدوق رحمت الله علیه این روایت اونجا باشن دیده باشم که امام صادق علیه السلام میفرماید چرا روح ما که پیش خدا بوده جای خیلی خوب در ملأ اعلی در عالم قدس در عالم انا لله اونجا بوده، چرا خدا ما را آورد تو این خاکدان پر ابتلاء پر از گرفتاری و مهنت و مصیبت و دردسر و قصه و ناراحتی و مشکلاتی که این عالم دنیا و عالم ماده و طبیعت داره؟ ما که پیش خدا بودیم جامونم خوب بود. در این روایت حضرت می‌فرماید خدای متعال روح رو خلق کرد، به روح خطاب کرد، به جان ما، به روح تو کی هستی؟ روح ما یک کمی ادعای استقلال کرد، به خدا گفت تو کی هستی؟ من انت، یعنی من برای خودم کسی هم، تو کی هستی؟ خدای متعال برای اینکه فقر ما، نیاز ما، بیچارگی ما، بی استقلالی ما، حول ما از خداست، قوه ما از خداست، دست خالی بودن ما، هیچی بودن ما، ناچیز بودن ما را به ما بفهمانه، ما را آورد تو این خاکدان دنیا طبیعت و ماده زمین، روح ما را فرستاد تو این قالب کالبد تن، احتیاج به غذا داریم، احتیاج به آب داریم، احتیاج به نوازش داریم، احتیاج به خیلی چیزا داریم، احتیاج به آرامش داریم، احتیاج به اکسیژن داریم. چند لحظه اکسیژن به ما نرسه تمام میشه. خدا میخواد بفهمونه که تو مستقل نیستی، تو نیازمندی. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. تو فکر نکنی مستقلی، همه چیز از خودته. نه، همه وجودت از خداست. خدای متعال برای اینکه درس توحید، یگانگی خودش، خلاقیت خودش، قدرت خودش، علم خودش، عظمت خودش رو حالی روح و جان ما بکنه، ما رو آورد تو این عالم طبیعت دنیا که نیاز محض، بیچارگی محض، فقر محض. یک لحظه میگم نفس ما بند بیاد هیچی نداریم، تمام شد، برای اینکه بیچارگی و فقر ما فهمیده بشه. و البته حکمت ها و مصالح دیگه هم هست که شاید در روایات اشاره شده که روح ما در این قالب تن بندگی میکنه، به فضائل و کمالات میرسه و رشد میکنه و ساخته و پرداخته کاملی میشه، دوباره برمیگرده برای ملاقات خدا، که قطعا همه کارهای خدا صدها حکمت و مصلحت داره که ما خیلی هاشو خبر نداریم. حالا دنباله بس انشالله شبهای آینده خدمتون هستیم، چون خیلی نمیخوام سخنرانی طولانی باشه که از دعای افتتاح هم انشالله استفاده بشه. امروز چون چهارشنبه بود متعلق به امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام، ما هم زیر سایه فرزند بزرگوارش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، عرض ادبی داشته باشیم به محضر این بزرگوار. انشالله قدر بدانیم، بدانیم که کجا هستیم. قم حرم ما اهل بیته، قم تربتون مقدسه. شهر قم فرمود تربت مقدسیه، خاکش
اهلها مننا و نحن منهم، اهل قم از ما هستن، ما هم از اهل قم، قم آشیانه ما آل پیغمبره. خیلی من از این تعبیر آشیانه خوشم میاد. آشیانه معناش اینه که پرنده هر کجا پرواز میکنه دوباره بر میگرده به آشیانه، جایگاه اصلی خودش. قم آشیانه ما اهل بیته، یعنی ما هر کجا بریم دلمون تو قمه، روحمون، جانمون، نظرمون، لطفمون تو قمه. و از این روایت بعضی ها استفاده زیبایی کردن که یکی از جاهایی که امام زمان احتمالاً رفت آمد داشته باشه یا گاهی سکونت بکنه شهر قم باشه، چون تعبیر شده به آشیانه ما اهل بیت، حرم ما اهل بیت. اون روایتی که می‌فرماید خدا حرمی داره مکه است، پیغمبر حرمی داره مدینه است، امیرالمؤمنین علیه السلام حرمی داره کوفه است. خب حرم خدا مکه، حرم پیغمبر مدینه، حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه کوفه، یعنی جایی که منسوب به اونهاست. خب 11 امام چی؟ فرمود ما 11 امام و ان لنا حرما و هو بلدت قم. ما 11 امام هم حرمی داریم، یعنی جایی که منسوب به ماست، متعلق به ماست، وابسته به ماست. فرمود اون شهر قمه. فرمود به زودی فرزندی از فرزندانم در این شهر دفن خواهد شد که به شفاعت او همه شیعیان من وارد بهش میشه. واقعا ما نمیدونیم چقدر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام عظمت داره. به یکی میگن آقا شما 40 نفر رو شفاعت کن، 1000 نفر رو شفاعت کن، 1,000,000 نفر رو شفاعت کن. اما به یکی میگن عدد نداره، تمام شیعیان عالم رو میتونه شفاعت بکنه. خیلی وسیعه. ما واقعا جدا عرض میکنم یکی از نعمتهایی که مجهوله و قدرش رو نمیدونیم سرزمین قم، حرم اهل بیت و هم جواری با حضرت معصومه سلام الله علیها است. گفت تو قدر آب چه دانی که در کنار فرات، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه من لهو کفن احد. فرمود در این شهر مقدس فرزندی از فرزندان من دفن خواهد شد، تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، تمام شیعیان من امام صادق علیه السلام به شفاعت این بانو وارد بهش میشه. یعنی اینقدر فراگیر و گسترده است. اینه که در زیارت حضرت میخوانیم یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. شؤونی از شؤون ولایت و شفاعت به این بانو داده شده که این در رحمت به سوی همه باز، همه عالم میتونن دست بندازن و محضر این بانو استفاده کنن، بهره ببرن. عرض ادب داشته باشیم به پدر بزرگوارش، چقدر سخت بوده بر بی بی حضرت معصومه و فرزندان امام هفتم که پدر بزرگوارشون در گوشه زندان، همش از این زندان به اون زندان. این زندان آخری که به دست سندی ابن شاهک یهودی لعنت الله علیه حضرت زندان شدن، خیلی به حضرت سخت می گرفت. اونقدر سخت گرفت به حضرت، حضرت رو در یک سرداب تاریک با قل و زنجیر، با شکنجه های سخت حضرت رو زندان کرده بود. نقل شده ابتدا حضرت می فرمود من از خدا جای خلوتی می خواستم، با خدا خلوت بکنم، اما این زندان آخری اینقدر آقا را شکنجه دادن، آزار دادن، دیگه لحن مناجات آقا عوض شد. بفرماید عرضه بداره ای خدایی که درخت رو از آب و گل بیرون میاری، ای خدایی که طفل رو از رحم مادر نجات میدی خلاص میکن، ای خدایی که روح رو از قالب تن و کالبد تن خلاص میکنی، خلصنی من سجن هارون. خدایا دیگه موسی بن جعفر رو از زندان هارون نجات بده. من جوان بودم و زنجیر گران پیرم کرد، گشته کاهیده تن و مانده به جا تصویرم، یا به زندان برسان مرگ مرا یا الله، یا خلاصم بکن از زیر قل و زنجیرم. چه وقت دعای آقا مستجاب شد، عده‌ای از اهل قم رفتن
بغداد برای ملاقات آقا، گفتن فردا دیگه آقا آزاد میشه. در زندان جمع شدن، الان آقا آزاد میشه، دست گل آوردن، دست آقا رو ببوسن. اما یه وقت ببینن یه جنازه ای رو غریبان چهار کارگر، والجنازة المنادى علیها بذل الاستخفاف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله علی القوم الظالمین. چند تا دعا میکنم انشالله از دعای افتتاح توسط حاج آقای حیدرزاده بهره مند میشیم. خدایا تو را قسم میدیم به باب الحوائج موسی بن جعفر، حوائج انجم برآورده به خیر بگردان. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. همه من را از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری علما، مراجع، جوانها، نیروها در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه به بی بی حضرت معصومه، پدر و مادر بزرگوارش، برادر بزرگوارش، سه صلوات بر محمد و آل محمد.